منم سلام میکنم خدمت تک تک شما خواهر برادرای عزیزم. خیلی خوشحالم برای یک فرصت دیگه و همینطور یک باید فکر میکنم همه ما خدا رو شکر بکنیم امروز، خدا رو شکر بکنیم برای اینکه یک فرصت دیگه ای داریم که میتونیم از کلام خداوند بشنویم، به خصوص تو این زمانهای خیلی سخت و تو این زمانهای خیلی سخت که داریم پشت سر میگذاریم. و همینطور خیلی زیاد باید خدا رو شکر بکنیم. خیلی مدت به این موضوع فکر میکردم، به خصوص خبرهایی که به هر حال از دور و بر میشنویم، از ایران خودمون میشنویم. خدا رو شکر کنیم برای این آزادی که ما داریم. الان خیلی راحت میتونیم روی این صندلیا بشینیم بدون اینکه بترسیم که مبادا کسی بیاد داخل و بخواد مانع ما بشه که بخوایم کلام خدا رو گوش کنیم. چقدر واقعا ما باید به این خیلی اوقات با اینکه اینجا هستیم، تو این آزادی هستیم، این رو ممکنه فراموش بکنیم. چقدر خدا رو شکر بکنیم که میتونیم در این آزادی کلام خدا رو گوش بکنیم. و همینطور اگه پشت دوربین ها هستیم، پشت اینترنت هستیم، باز هم مشکل فیلتر شدن و این چیزها رو نداریم و میتونیم خیلی راحت باز هم کلام خدا رو گوش بکنیم. و همینطور بیایم الان از همین ابتدای کلام که میخوایم گوش بکنیم یک تصمیم بگیریم و همونطور که الان دعا هم کردیم، ولی تو قلب خودمون هر کس برای خودش یک دعایی بکنه و تصمیم بگیریم و از همین الان بخوایم که روح خدا روی او رو امروز بطلبیم و او باشه که امروز به ما کمک بکنه، او باشه که امروز کلام خدا رو برای ما باز بکنه، اونطور که گوشهای ما چیزی رو بشنوه که واقعا خدا میخواد. امروز دعا بکنیم خداوند مسح شنیدن به ما بده، نه اون چیزی که ما دوست داریم، جسم ما دوست داره بشنوه، خوشحال بشه و جلو بره، بلکه اون چیزی رو که واقعا خدا میخواد امروز به ما بگه دعا کنیم که بشنویم. و همینطور دعا کنیم که خداوند امروز چشمای جان ما رو باز کنه که بتونیم با اون چشما، همونطور که عیسی هم دوست داره، او رو اونطور که هست در قدوسیت بتونیم او رو ببینیم و کلام او رو بتونیم گوش بکنیم. آمین. موافق هستین؟ و همینطور به این توجه کنیم، یک کلام ساده شاید ما امروز گوش نمیدیم، میخوایم کلامی رو گوش بدیم، در واقع کلام خدایی رو گوش بکنیم که داره در آسمان و زمین سلطنت میکنه. او که داره سلطنت میکنه امروز با من و شما میخواد سخن بگه. واقعا چه افتخار بزرگیه. اینها همه رو باید در نظر بگیریم و دعا کنیم که روح القدس، ما طالب تو هستیم و میخوایم امروز حقیقتا صدای تو رو بشنویم. و همینطور باز هم دعا کنیم که ای خداوند، هر مانعی که الان هست، هر مانعی که در فکر ما هست، در قلب ما هست، هر چیزی که نمیگذاره من امروز بتونم واقعا گوش بکنم، هر چیزی که میخواد فکر منو دوباره بدوزه ببره جاهای دیگه و نمیخواد بگذاره کلام خدا وارد قلب من بشه، وارد شیارهای قلب من بشه، اون جاهایی که شاید به خاطر مشکلایی که هست تاریکی هست، شاید قسمتایی هست که در این زمانها دل ما سنگی شده، دعا کنیم که روح خدا به ما کمک بکنه و کلام خدا وارد تمامی قسمت قلب ما بشه. و دعا کنیم روح القدس امروز تو ما رو به تمامی بپوشون و چشم ما رو و گوش جان ما رو باز بکن. آمین. موافقین؟ پس با این آمادگی بریم. اصلا مشتاق هستیم کلام خدا رو بشنویم و همینطور آماده هستیم، چون اشتیاق ما یک طرفه، آماده بودن ما هم یک طرفه، چون فقط ما نیومدیم گوش کنیم بلکه میخوایم بریم و عمل بکنیم. پس هم باید مشتاق باشیم هم باید آماده باشیم برای کلام خدا، چون که روح خدا در واقع اینجا هست، او که مشتاق هست و اینجا داره میخرم و منتظره و نگاه میکنه ببینه چه کسی هست که واقعا با قلبی تشنه اینجاست، چه کسی هست که قلب خودش رو به سوی عیسی بلند کرده و بخواد که اون رو سیر بکنه. او هست و سیراب میکنه. و همینطور چقدر باور داریم به این جمله؟ شاید این چیزی که من گفتم بارها شنیدیم، ولی الان در این لحظه چقدر به این باور داریم که روح خدا اینجا هست و با ما سخن میگه؟ شاید خیلی از ما نتونیم باور بکنیم، چون که انقدر در خشکی بودیم دیگه انگار عادت کردیم، در اون خشکی موندیم و عادت کردیم، اون تر و تازگی رو خیلی وقت نچشیدیم و انقدر اجازه دادیم که گرد و خاک این دنیا، ترسا، نگرانی ها و هر آنچه که هست و شک ها که از خیلی قدیم بوده، هست و خواهد بود، اجازه دادیم تو قلب ما بشینه و دیگه راستش هیچ نایی برای ما نمونده که بخوایم اصلا باور بکنیم به این موضوع. یا اینکه ته قلبمون شاید بعضیامو میگیم که من باور دارم، ولی خیلی خسته تر از اونیم که من الان بخوام پیش قدم بشم،
من الان بخوام یه کاری رو بکنم، یا اینکه حتی خیلی خسته تر از اونیم که بخوام به امید نگاه کنم و به جلو برم. ولی امروز خدای امید اینجاست. او هست که ما رو قوت میبخشه، ما رو میخواد امید ببخشه و به جلو حرکت بده، چون او خیلی مشتاق‌تر از من و شمایی هستیم که اینجا هستیم. شاید بهاهایی رو دادیم اومدیم اینجا، اما او خیلی مشتاق‌تره که با ما سخن بگه و ما رو حرکت بده به سمت جلو. آمین. حتما خادم الیشا رو هم یادتون میاد که زمانی که میخواستن برن که بجنگن و الیشا برای او دعا کرد، گفتش که خداوند چشمای او رو باز بکن، چون که او داشت خیلی جسمانی نگاه میکرد و اون لشکر زمینی رو نگاه میکرد، برای همین ترس برای غلبه شده بود و نمیتونست نگاه بکنه. و زمانی که الیشا برای او دعا کرد که خداوند چشمان او رو باز بکن، و از همون لحظه چشمان او باز شد و به جای اینکه لشکر زمینی رو ببینه، لشکر آسمانی رو دید. برای ما هم امروز میتونه همین باشه که با این دعا که خداوند چشمان ما رو باز کنه، امروز اون شاه شاهان رو امروز اینجا ببینیم که میخواد با ما سخن بگه. آمین. امروز شاید یک کمی متفاوت تر بخوایم جلو بریم. میخوام که توسط روح خدا یک کمی خودمون رو، قلب‌های خودمون رو محک بزنیم. ببینیم که اصلاً الان در این زمان‌ها در کجا ایستادیم، زندگی ما کجا هست و چه کار می‌کنیم. برای همین ممکنه خیلی سوال‌ها بتونیم امروز از خودمون بپرسیم و تو قلب خودمون یه جوری با این سوال‌ها خودمون رو به چالش بکشیم. همونطور که می‌دونین، محک زدن یعنی این که آزمودن، آزمایش کردن یا امتحان کردن. و همینطور در کلام خدا هم میخونیم که داوود توی مزمور اینطور میگه، یا اینکه اینطور دعا میکنه، میگه که خدایا مرا بیازما و دلم را بشناس، مرا امتحان کن و دغدغه هایم را بدان، ببین که آیا در من راه اندوهبار هست و به راه جاودانی هدایتم فرما. خیلی از ما شاید این دعا رو بارها کردیم. نه خیلی دوست دارم، من خودم خیلی دوست دارم این دعا رو همیشه هم میکنم که ای خداوند بیا من رو تفتیش بکن. ولی یکم راستش سخت هستش این دعا، چون انگار وقتی این دعا رو میکنی، خدا ما رو یه جایی میبره، یه جایی رو دست میذاره که اصلا فکرش هم نمیتونیم بکنیم و ممکنه اونجا خیلی درد داشته باشه. شاید برای بعضی از ما این دعا یک دعای خیلی ساده باشه که دوست داریم، خوشمون میاد، دعا میکنیم، یا اینکه یک نفر دیگه دعا کرده، ما هم اون رو تکرار میکنیم و دعا میکنیم. و خیلی وقتا خیلی راحت از کنار این دعا ممکنه بگذریم. اما راستش خدا عزیزا این دعا رو خیلی زیاد جدی میگیره. و وقتی این دعا رو میکنیم و خدا جدی میگیره، خدا شروع میکنه به کار کردن در قلب ما. امروز آیا ما حاضر هستیم که به خدا بگیم خداوند من رو بیازما، دل من رو تفتیش کن، دل من رو بشناس؟ وقتی به هفته گذشته فکر میکردم، یه آیه خیلی پربرکتی رو همه ما شنیدیم، یا یه جور نبوت بود که ما شنیدیم، خیلی عالی بود. من رو دوباره تکرار میکنم یک آیه رو که توی اشعیا 43 آیه 19 بود خوندیم، که اینطور شنیدیم، اینطور گفت کلام خدا که هان، اکنون من کاری تازه می کنم، هم اکنون در حال پدید آمدن است، آیا آن را تشخیص نمی دهید؟ خیلی از ما هفته گذشته از این آیه خیلی زیاد برکت گرفتیم. برای خیلی از ما یک امیدی تازه بود، یک قوتی بود، برای بعضی از ما یک یادآوری بود و گفتیم خدا رو شکر برای این کلام عالی، برای این نبوت عالی. واقعا خیلی شکر کردیم. ولی فکر کنیم واقعا از هفته گذشته تا همین الان این کلام چه شد در ما؟ چه اتفاقی این کلام در قلب ما، در زندگی ما انجام داد؟ آیا فقط یکی دو روز بود، یک شادی بود، یک امیدی بود، تموم شد؟ یا این که نه، هنوز هست. آمین که هست، خیلی از ما هم هستیم که شاید داریم واقعا با این امید زندگی میکنیم، ولی شاید برای بعضی از ما خیلی اثر نکرد یا عمیقا وارد قلب ما، وارد زندگی ما نشد. چه دلیلی داره واقعا که این اتفاق میفته؟ خیلی با امید شاید جلو رفتیم، ولی یه جا انگار دوباره استوب شد، دوباره همه فکرها اومد، بارها اومد، نگرانی ها اومد. واقعا چی شد این کلام خدا در قلب ما؟ نه هفته پیش، دو سه هفته پیش، چی شد؟ اصلا به خاطر داریم واقعا چه اتفاقی، چه تغییری در زندگی و قلب من انجام داد؟ خدا همین الان هم داره یه کاری تازه میکنه. همین الان در این لحظه که در حال پدید آمدنه،
ولی چرا برای همه ما نمایان نیست؟ خدای ما خالقی که در هر لحظه داره خلق میکنه و خالق نیکویی هاست. ولی چرا برای ما نمایان نیست؟ چرا وقتی خدا با اقتدار میاد سخن میگه به کلیسا که من اکنون کاری تازه میکنم، چرا اون تازگی دیده نمیشه در کلیسا، در ما، در قلب ما؟ چرا دوباره انگار برای بعضی از ما روز از نو، روزی از نو، همه چیز برمیگرده به اون حالت اولش؟ یا چرا وقتی خدا باز هم به کلیسا میگه که من استخوان‌های مرده شما رو زنده میکنم، ولی انگار هیچ امید یا باوری نیست؟ باید از خودم بپرسیم چرا واقعا؟ چرا اینطور میشه؟ چرا کلام خدا همیشه با ما انگار صحبت نمیکنه، فقط با یه سری افراد خاص کلام خدا داره صحبت میکنه؟ انگار خیلی کلام ها تکراری شده، یا بعضی از جمله ها خیلی کلیشه ای شده، انقدر ما شنیدیم دیگه اصلا میذاریمش یه کنار، فقط گوش میدیم، سر تکون میدیم، آمین میگیم. یا اگه یه نفر بیاد یک پیام بده، یا مثلا الان بگین که الان دوباره داری چیزهایی میگی که ما بارها شنیدیم، برای ما خیلی تکراری شده، یه چیز تازه بگو، ما یه چیز تازه تر میخوایم. ولی چقدر به این فکر کردیم که اگه کلامی هم تکراری داریم میشنویم، صدای خدا هست که داره برای ما تکرار میکنه. شاید خدا میخواد دوبار ما بشنویم، شاید من نشنیدم یک بار، دوبار نشنیدم، سه بار نشنیدم، اما باز هم تا یه جایی هست واقعا این صداها در این زمانهایی که ما داریم. از خودمون میتونیم بپرسیم، حالا که اینطوریه بپرسیم، آیا دلهای ما سخت شده؟ آیا گوشهای ماست که سنگین شده و نمیشنوه؟ آیا در خواب هستیم؟ آیا حساسیت روح القدس رو از دست دادیم؟ بپرسیم چرا امروز نمیتونیم صدای خدا رو نه فقط بشنویم، چون خیلی وقتا هم میشنویم، ولی نمیتونیم به اون عمل بکنیم، به اون صدا. چرا باید اینطور باشه؟ چون که خدا همون خداست، هیچ تغییری نکرده. روح خدا همون روح پاک و مقدس خداست، روحی که هر روز داره با ما سخن میگه، هیچ چیزی عوض نشده. آتش همون آتشه و اشتیاق روح نسبت به تک تک ما، به خصوص در این لحظه، همون اشتیاقه، هیچ چیز عوض نشده. پس حتما یک چیزی در من هست که مشکل هست. به این میتونیم فکر بکنیم. در کتاب افسوسیان باب 5 آیه 14 اینطور میخونیم، اینطور میگه که ای که در خوابی بیدار شو، از مردگان برخیز که مسیح بر تو خواهد درخشید. میگه ای که در خوابی برخیز. امروز فکر کنیم ما در چه خوابی هستیم، کجا گیر کردیم، دغدغه من در این لحظه، دغدغه من امروز چی هستش، چه چیزی فکر و قلب من رو پر کرده، چه چیزی هست که اجازه نمیده من صدای خدا رو بشنوم؟ اصلا اولویت من برای اینکه این لحظه رو این صندلی نشستم چی هستش؟ و همین الان به چه چیز من فکر میکنم، با چه فکری اینجا اومدم و هستم؟ چه چیز همین الان داره توی سر من میگذره؟ آیا تماماً در همین لحظه در اختیار روح القدس هستم؟ یا در اختیار نفس و فکری که هیچ کنترلی برای اون نیست و من رو میتونه به هر سو بکشه؟ یا چرا بعضی موقع‌ها خیلی میشنویم از این ور اون ور، یا کلیساهای آمریکایی، اروپایی، یا خیلی جاهای دیگه، چه معجزاتی انجام میشه توی کلیساها، چه اتفاقایی میفته؟ بعضی اوقات ما تعجب میکنیم، یعنی میشه؟ چطور امکان داره و این اتفاق میفته؟ پس چرا ما نمیبینیم؟ چرا امروز ما شاهد نیستیم؟ یا از سالهای پیش شاید خیلی زیاد میشنویم افراد ایماندارای قوی که چطور میجنگیدن، چه بهاهایی میدادن، چرا الان ما نمیبینیم اینها رو؟ من فکر میکنم اونجا یه قلبهای مشتاقی هست، قلبهایی که طالب روی خدا هستن، قلبهایی که یاد گرفتن چطور تسلیم روح القدس باشن، قلبهایی که یاد گرفتن چطور در حضور خدا بمانند، نه اینکه لحظه ای برن لحظه ای برگردن، یاد گرفتن چطور در اون حضور بمونن. خواهر و برادر عزیز، عیسی برای من و شما روی صلیب نرفت که توی بی‌تفاوتی ها زندگی بکنیم، جانش رو نداد برای من و شما که هر طور دلم میخواد زندگی بکنم، هر جا که دلم میخواد برم. او روی صلیب نرفت که من واسه خودم همینطور راحت برم و بیام روزهای یک شنبه، هر چقدر تو این آزادی هم هستیم.
او جانش رو نداد که من توی چالش‌های زندگی، توی مشکل‌های زندگی گیر بکنم یا دست و پا بزنم همینطوری و دوباره برگردم به عقب، بلکه جانش رو داد تا من و شما در آزادی و همینطور در قدوسیت زندگی بکنیم، تا هر روز بتونیم به صورت او تبدیل بشیم. میتونیم الان تصور بکنیم که این صندلی که الان روش نشستیم به بهای خون عیسی است. عیسی جانش رو داد و خونش ریخته شد تا من بتونم در این آزادی روی این صندلی ها بشینم. با خودم فکر میکردم ما توی زندگیمون خیلی مردن‌های زیادی رو تجربه میکنیم توی مشکلهایی که هستیم، ولی ممکنه تو خیلی از این مردن‌هایی که خیلی برای ما سخت، دردهایی که هست، هیچ حیات یا قیامی رو اصلا دیده نشه. درسته؟ نمیدونم تجربه کردین یا نه، من زیاد تجربه کردم که قشنگ حال آدم انگار جا میاد ولی هیچ حیاتی یا قیامی از اون دیده نمیشه. و همینطور وقتی نگاه میکنیم مثلا میبینیم افراد دنیا هم دارن همون تجربه شبیه ما رو دارن انجام میدن، یا دارن ازش عبور میکنن، تجربه میکنن، همون درد رو میکشن، اونها هم از اون تجربه میان بیرون و هیچ چیزی درشون اتفاق نمیفته و دوباره ادامه میدن تجربه بعدی. نمیدونم شما هم تجربه کردین یا نه، ولی خیلی اوقات ما هم ممکنه همچین مردن هایی رو تجربه میکنیم و هیچ اثری، هیچ خبری از حیات و قیام عیسی در اون دیده نمیشه. چرا اینطوری هستش؟ شاید بتونیم فکر کنیم در موردش چرا واقعا اینطور هستش. من تو خودم نگاه کردم، چون که اکثر این مردن ها با مقاومت بوده، یک مقاومتی اونجا بوده و داوطلبانه نبوده. و وقتی عیسی رو به یاد میاریم، زمانی که او میخواست مصلوب بشه، در کلام خدا میخونیم اینطور که میگه او خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب مطیع گردید. و قسمت دیگه در اشعیا میخونیم، میگه آزار و ستم دید، دهان نگشود، همچون بره‌ای که برای ذبح میبرند و چون گوسفندی که نزد پشپرندهش خاموش است، همچنان دهان نگشود. عیسی اینطور مصلوب شد، هیچ مقاومتی نکرد، بلکه مطیع شد. ولی چطور؟ چون که عیسی هم پر از روح خدا بود و او تسلیم شده بود، تا به مرگ مطیع بود. و همینطور یک قسمت دیگه بازم توی کلام خدا، زمانی که عیسی در بیابان بود و اونجا وسوسه شد، او غالب شد. ولی چطور تونست غالب بشه در مقابل اون وسوسه ها؟ در کلام خدا اینطور میخونیم، میگه عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح او را در بیابان هدایت کرد. پس دیگه اینجا فکر نمیکنم هیچ عذر و بهونه‌ای بیاد در مقابل هر وسوسه‌ای که ما قرار میگیریم. و همینطور یوسف رو به یاد آوردم، زمانی که تو دام وسوسه زن فوتیفار افتاد، او همونجا غالب شد، شکست نخورد. کلی دلیل، اگه یوسف اینجا بود الان، کلی دلیل میتونست بیاره و بگه که خیلی دلیل هایی که میتونست اونجا شکست بخوره. و خیلی از ما به او مطمئنم حق میدادیم، خود من یکیش، حق میدادیم اگر او مغلوب میشد. ولی او چطور پیروز شد؟ چون یوسف هم پر از روح خدا بود، چون یوسف یاد گرفته بود در رابطه شخصی که هر روز با عیسی داشت، با روح خدا داشت، هر بار شخصیت او در قدوسیت شکل می گرفت و انقدر قوی شده بود که بتونه اونجا درست بیسته و از روح خدا پر باشه. و ما هم در مشکلات روزمره امروز واقعا چطور برخورد میکنیم؟ توی نگرانی ها، توی ترسا، دردها، یا همینطور وسوسه ها، یا اختلاف هایی که ممکنه پیش بیاد با افراد داریم، یا حتی توی مصیبت ها، اونجا فکر کنم بتونیم متوجه بشیم که چقدر از روح خدا پر هستیم. نه اینکه حالا حتما باید مثل یک شخصی که مثل سوپرمنه که فکر کنیم اینها نباید باشه، همیشه باید قوی باشیم، نه. اما اینکه چطور ما برخورد میکنیم توی این شرایط خاص مهم هست. برای همین کلام خدا امروز به ما میگه ای که در خوابی بیدار شو، از مردگان برخیز که مسیح بر تو خواهد درخشید. و همینطور در ادامه باب 5 در افسوسیان میخونیم، میگه پس بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان،
فرصت‌ها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است. پس نادان نباشید، بلکه دریابید که اراده خداوند چیست. مست شراب مشوید که شما را به هرزگی می‌کشاند، بلکه از روح پر شوید. حتما باکره‌های دانا و نادان رو به خاطر دارین، به خصوص که چقدر کلام‌های عالی در سال گذشته اگه یادتون باشه چقدر شنیدیم، چقدر واقعا اونجا یاد گرفتیم، متوجه شدیم چطور باید چراغدان‌های خودمون رو از روغن پر بکنیم. امروز هم نگاه بکنیم ببینیم واقعا در چراغدان‌های ما چقدر روغن هست، چقدر از روح خدا پر هستیم، چقدر در روح زندگی می‌کنیم. و همینطور میگه فرصت‌ها رو غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است. وقتی از سال گذشته تا امروز من نگاه میکنم، انگار احساس میکنم خدا ما رو یا من رو توی یک دوره فشرده قرار داده، توی دوره که اتفاقا میخواد اینجا درسای خیلی عالی به تک تک ما بده توی این زمانها. تا خیلی جالبه، یک دوره فشرده است، یه جوری میتونه به نفع ما هم باشه که چه درسای عالی ما میتونیم توی این زمانها یاد بگیریم. انگار بستر فراهم شده برای اینکه ما رو خدا تبدیل بکنه، ما رو آماده بکنه. پس فرصتها رو میگه غنیمت شماریم، مبادا این روزها رو، این لحظه ها رو از دست بدیم و مثل افراد دنیا بر چیزهای منفی تمرکز داشته باشیم، بر اتفاقایی که داره میفته و از اون چیزی که باید باشیم عقب بیفتیم. بلکه میگه دریابیم اراده خدا چیه، دریابیم اراده خدا از این زمانها چیه، از این اتفاقهایی که میفته، چون هیچ چیز از کنترل و اراده خدا خارج نیست. پس ببینیم اگه توی بیماری هستیم، توی دردیم، توی فشار هستیم، دریابیم که اراده خدا از این زمانها چیست برای من، اراده خدا چی هستش. و میگه که مست شراب نشوید بلکه از روح پر شوید. چرا اینجا مثال شراب رو میزنه؟ من همیشه خیلی فکر میکردم به این موضوع، چون وقتی یه شخصی مست شراب میشه خیلی راحت میشه تشخیص داد که او از چه چیزی پر هست و اون شراب هست که داره اون شخص رو کنترل میکنه و کاری رو میکنه که شخص حتی خودش متوجه نیست داره اون کار اشتباه یا حالا هر چی که هست رو انجام میده، کاری رو میکنه یا حرفی رو میزنه که هیچ وقت در حالت عادی انجام نمیداد، ولی الان با شجاعت و بدون ترس داره تحت کنترل شراب هست و خیلی کارها ممکنه انجام بده. ولی کلام خدا میگه از روح پر شوید، مست روح القدس شوید، روح القدس باشه که شما رو کنترل میکنه، نه شما او رو، تا هر آن کس که با شما برخورد میکنه متوجه بشه از چه چیزی پر هستی، تا با شجاعت و اقتداری که او به من و شما میبخشه بجنگیم و نه فقط بجنگیم بلکه پیروز بشیم و نه مثل کسی که از انسان میترسه و خودش رو مخفی میکنه، بلکه مثل کسی باشیم که فقط و فقط از اون شاه شاهان عیسی خداوند ترس مقدس بر دلش هست و طبق روح هدایت میشه، تصمیم میگیره و به جلو حرکت میکنه. و این نه فقط باید یک بار باشه بلکه هر روزه و مرتب ادامه داشته باشه. خیلی وقتا دوست داریم زمانی که به کلیسا میایم کلامهایی بشنویم که خب ما رو تسلی بده، آرامش ببخشه، برکت باشه. شاید امروز هم یه همچین تصوری بود، یک امیدی باشه و خدا رو شکر و آمین، خدا این کار رو میکنه. ولی زمانهایی هم هست که خدا به ما هشدار میده و اتفاقا چون که عاشق ما هست به ما هشدار میده، ما رو بیدار میکنه که اگر احیانا از مسیر خارج شدیم دوباره برگردیم به همون مسیر. خیلی وقتا نبوت‌های خیلی عالی میشنویم و میخوایم که تو زندگی ما واقعا اونها تحقق پیدا بکنه، ولی خیلی مایل نیستیم حتی برای نبوت ما بها بدیم. در کتاب اشعیا باب 66 آیات رو میخونیم با هم، از همون آیه 1 من برای شما میخونم. خداوند چنین می‌فرماید: آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی زیر پایم. چه خانه‌ای برای من بنا می‌کنید و مکان آرامیدنم کجاست؟ این همه را دست من ساخته است و بدین گونه همه آنها به وجود آمده. خداوند این را می‌فرماید. اما این است که
این است آن که بر وی نظر خواهم کرد، آن که فروتن است و روح توبه کار دارد و از کلام من می‌لرزد. خداوند اینجا میگه آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی زیر پایم، اما شما من رو کجا قرار میدین؟ نه در زبان بلکه در قلب چقدر برای من احترام و ارزش قائل هستید. و بعد میگه به کسی من نظر میکنم که فروتنه، روح توبه کار داره و از کلام من میلرزه. امروز با خودمون لحظه فکر کنیم آخرین باری که ما توبه کردیم در حضور خدا کی بوده، و اگر توبه کردیم چقدر پشیمون بودیم از اون توبه‌ای که انجام دادیم. خیلی وقتا ما توبه میکنیم ولی خیلی هم پشیمون نیستیم. و چه چیزی از اون توبه در ما تغییر کرده؟ آیا بازگشتی بوده؟ خیلی وقتا اون بازگشته هست، دوباره ما برمیگردیم به همون، بازگشت میکنیم به اون گناهه. ولی واقعا آیا بازگشتی بوده در خلاف اون؟ همینطور فکر کنیم چقدر تا حالا پیش اومده از کلام خداوند ما بلرزیم. چقدر از ته قلبمون ملزم شدیم و به جای اینکه توی کلام خدا هم میگه به جای اینکه لباس خودمون رو چاک بزنیم، قلب خودمون رو چاک زدیم. چقدر از شنیدن اینکه روح القدس رو محسون نکنید دل ما لرزیده. چقدر به این جمله توجه کردیم. و همینطور در ادامه که میخونیم توی کتاب اشعیا میگه که قربانیایی که برای من میارین من نمیپسندم. چیزی رو که دارین انجام میدین من از اون اصلا خوشنود نیستم. بعد با یه سری کارهای مذهبی انگار میخوای اونها رو جبران بکنی. اما من به دنبال شخص فروتن و کسی که روح توبه کار داره هستم. کسی که الزام روح القدس رو متوجه میشه. و همینطور در کلام خدا باز میخونیم او که امین و عادل است ما رو از هر نادرستی پاک ما میسازد وقتی به گناهان خودمون اعتراف میکنیم. و اما در ادامه، یعنی جلوتر توی باب 66 اشعیا از آیات 10 تا 14 طور دیگه میخونیم. اینطور میخونیم که ای همه کسانی که اورشلیم رو دوست میدارید با او شادی کنید و برایش شادمان باشید. ای همه آنان که برایش سوگوارید با او شادی بسیار نمایید. تو از پسان تسلی بخش او مکیده سیراب شوید. تو از وفور نعمت او به غایت نوشیده خرم گردید. زیرا خداوند چنین میگوید اینک من صلح و سلامت را چون رود در او جاری خواهم ساخت و جلال قومها را چون نهری سرشار. شما خواهید مکید و در آغوش او حمل خواهید شد و بر زانوانش نوازش خواهید یافت. همچون کسی که مادرش او را تسلی می دهد من نیز شما را تسلی خواهم داد. آری شما در اورشلیم تسلی خواهید یافت، خواهید دید و دلتان شادمان خواهد شد و استخوان‌هایتان چون سبزه خرم خواهد گردید. دست خداوند بر خادمانش معروف خواهد گشت و خشم او بر دشمنانش. آمین. و خدا بر این افراد میگه نظر میکنه و وعده عالی خودش رو میده و تأخیر هم نمیکنه. اما واقعا چطور؟ یعنی برای ما چطور؟ ما چقدر برای این نبوت‌ها، برای وعده‌های عالی خدا آماده هستیم؟ خیلی چیزها رو میشنویم ولی ما چقدر آماده هستیم؟ چقدر با روح خدا در رابطه صمیمی و نزدیک هستیم؟ چقدر او رو مثل دوست و رفیق کنار خودمون میبینیم؟ اما میتونیم از همین امروز هم اگر رابطه ما شکسته شده یا یک زمانی فراموش کردیم، از یادمون رفت، هر روزه با اون احیا نشدیم، میتونیم از همین امروز هم شروع کنیم و این رابطه رو دوباره احیا بکنیم. چون که باید تمرین بشه هر روز، هر روز باید این اتفاق بیفته، نه یک زمان خاص، یک روز خاص. بیایم امروز هم ما خودمون رو در حضور این خدا فروتن بکنیم و ببینیم چه جاهایی ما ملزم شدیم. شاید تا الان شدیم، شاید هم نه، الان روح القدس ادامه خواهد داد. چه جاهایی ما ملزم شدیم و روح القدس به ما نشون داده؟ جاهایی که خودمون به تنهایی رفتیم، جلو رفتیم و شکست خوردیم. جاهایی که مقاومت کردیم و مانع کار خدا شدیم. امروز قوت او و پوری روح او رو بطلبیم و منتظر یک اتفاق خاص نباشیم، منتظر روز پنتیکاست شاید نباشیم، بلکه هر روز برای ما امروز و
و فردا و هر روزی پنتیکاست هست و میتونیم از الان به خودمون کار کنیم با کمک روح خدا، مانه ها رو برداریم و اجازه بدیم خدا دل ما رو امروز نرم بکنه. اون وقت همگی شاهد کار عظیم خدا، شاهد معجزات او به زودی خواهیم بود، چه در زندگی شخصی و چه در کلیسامون. و اون وقت دیگه همه چیز خشک و خسته کننده نخواهد، بلکه روح القدس مثل روغن ما رو جلا خواهد داد و همونطور که گفت در کلام ما خواهیم درخشید. آمین. پس احتیاج ما امروز به قوت و یک مسیح تازه است که بتونیم جلو بریم، بتونیم کلامهای خدا، پیامهای خدا رو دریافت بکنیم با تمامی قلب و جانمون و اون رو عمل بکنیم. آمین. اگه موافقین سرهای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم. خداوند هللویا، خدای عالی، تو رو شکر میکنیم، تو رو شکر میکنیم برای این فرصتهایی که ما داریم خداوند، که از تو و کلام تو میتونیم بشنویم خداوند، در این آزادی هستیم روح القدس عزیز. مرسی که تو امروز هم با ما سخن گفتی خداوند، تو رو شکر میکنیم برای اینکه روح تو با ما هست خداوند. لازم نیست کاری رو انجام بدیم، بلکه تو در ما هستی و تو هستی که ما رو تقویت میکنی، تو هستی که ما رو تسلی میدی، قوت میبخشی. اما تنها نیستیم ای روح القدس عزیز، تو مثل یک دوست و رفیق کنار ما هستی، نه اینکه ما رو محکوم کنی، بلکه ما رو تشویق میکنی و به جلو حرکت میدی خداوند. تو رو شکر میکنی و امروز هم میخوایم بطلبیم خداوند، امروز هم میخوایم با روحی توبه کار به حضور تو بیایم، با قلبی که فروتنه به حضور تو بیایم و روی تو رو بطلبیم. تو بیای خداوند، قلب ما رو، فکر ما رو پر بکنی از روح خودت تا بدونیم کجا باید چه کار بکنیم خداوند، تا به ما نشون بدی خداوند اگر جایی منحرف شدیم از راه تو، تو ما رو برگردونی روح القدس عزیز، هر جایی که ما رو ملزم کردی. و همینطور خداوند تو این لحظه بیای روح القدس ادامه بدی، تو بیای درون قلب و فکر ما و کار خودت رو خداوند ادامه بدی و قسمت‌های رو به ما نشون بدی. تو رو شکرت می‌کنیم روح القدس عزیز.